دوستان عزیز سلام، نشر نوبتی برنامه روبرو پیشکش شما می شود. ما فعلا قرار داریم در تالار مبل ازمیر که واقع است در شهر دوشنبه. اگر شما مبل های خوشتر و مبل های با صفت زمانه می خواهید، به تالار مبل ازمیر مراجعه کنید و بعد در اینجا به شما بهترین متخصصان خدمت می رسانند. دوستان عزیز، همصحبت من امروز هست یکی از دوست های نزدیک من و یکی از محبوب ترین هنرمند شما، یکی از هنرمندانی که شما سالیان زیاد میشنوید، تماشا میکنید و دوست میدارید، فیضی گل یوسفوا. فیضی گل جان خوش اومدید. تشکر زیاد. یک صحبتی که باور کنید تماشابین عزیز، منو فیضی گل این صحبت یک سه ماهشو نمیدونم مصلحت میکنیم، چهار ماهشو مصلحت میکنیم، حتی مصلحت این از دوشنبه تا ایران رفت. ما یک سفر همراه ایران داشتیم با اینجا. بله. فیضی‌گل شما مهمونی در انتظار برنامه ما. تشکر زیاد. اولا تشکر میگویم به شما و دل جان که هنرمندان رو یعنی که دعوت میسازید و باز هم برای مخلصان خیش یادآور میسازید که هنرمندان هستند. برای همین بازم تشکر زیاد. امروز ها با چی کار مشغولید؟ چون که من حاضر ما تماشابینا، من این گپ میگویم فیضی گل عصب سرکاری برنامه دیر کرده اومدم، من حاضر میگویم کجا بودم، حالا چی کار ها مشغول. تشکر. این کسلی هنرمندان است، دیر کردن. خودیل جان اگر خیلگیریم خیرت که امروز ها تنظیم است، وقت و ساعت دارد، معرکه ها، توی ها، کنسرت ها، ما با وقتش حاضر میشویم. ولی امروز من کمی دیر کردم، از اون خاطره بود که امروز روزی معیوبان است. من در کتابخانه ملی با یک دو سرود خودم معیوبان رو تبریک گفتم و سزاوار سپاسنامه هم شدم که امروز باز هم باشد خواهش مخونده اگر. بله واقعا من سپاسنامه از مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردان می شود به فیضی گل یوسفوا برای همکاری های سودمند و دستگیری های بی‌غرضانه به شخصان امکاناتشان محدود مؤسسه دولتی کتابخانه ملی برگشته به روز معیوبان تاجیکستان 8 ایول. دایرکتور من فیضی علیزاده جمعخان خال. شما حالا در فیلرمان کار می کنید؟ البته من طول 31 سال می شود که 31 سال رفته شده است که در همین درگاه بسیار هم مقدس که در آنجا بسیار استادان صنعت کار و فعالیت می کردند، استادان زنده یاد ما و استادانی که من از آنها صنعت و یعنی که کسب خودم رو مکمل تر کردم، در آن همون تحت راهبری چنین هنرمندان، استادان هنر، استاد شادروان ظفر نازیم، استاد عزیز مرادبیگ نصرالدینوف، استاد شادروان چیلخان خالوف، اپای حیاتای مومین و سفر گول یوسف و استاد من، در اونجا بسیار هم هنرمندای اصیل بودن، استاد جورابیگ مرادوف. من دخترکی جوان بودم، بعد از ختم مکتب میونه دعوت شدم به انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینا، به حیث مثال به کار دعوت کردن من اومدم. من بسیار رقص رو دوست میداشتم، من میخواستم که یکان یعنی رقصه خوب باشم. البته که در کروژاکای مکتبی هم سرود میخوندم هم رقص میکردم، بسیارتر برای من رقص معقولتر بود. شروع کردم رقص رو در اونجا، استادی بسیار هم گرامی داشتی من، استادی رقص امان الله موسایف بودن. من بسیار هم رقص میکردم هم سرود میخوندم، هم تمامی همین تکاپو داشتم در جوانی و شکرگزار از اون هستم که امروز من از همه استادا برای خودم چیزی آموختم و گرفتم و امروز هست که بین مخلصان، بین مردم نمیدونم هستم، تا حال برآمد دارم، سرودها ایجاد کرده ایستادم و انا همین بود که من امروز تا به امروز کار و فعالیتم را ادامه دادم. نه من فقط باور کنید سالی 2000 بود خود علاقه فرهنگ گرفتگی تمام.
Hani bari ver sili yakşol onu ona girifti. Ne, ne. Sivi yakso. Bugün et faiz gül. Çünkü sili yakso gülte, ben hazır kabla zon ki zubat miyordam. Yak hamkori ben gülten ki, همین سالهای 92 اول سالهای 92 در کلوب های مکتبی ما فیزیگول می اومد ما دیسکوتک تشکیل می در وحدت بله بله ما برنامه ها تشکیل می کردیم فیزیگول و برادرش نوازنده فیزیگول سراینده ما دیسکوتک ها داشتیم بله. این واقعا چونیم بود در وحدت در فیض آباد در دوشنبه سال 92 خیلی فضا بود سال 92 میدونید چخل یک فضایی بود که مردم تشنه سرود بودند، تشنه موسیقی بودند. بسیار میخواستند که همیشه در همه جا سرود و رقص و خرسندی باشد. من که در اویله صنعتکار، در محیط اویله صنعتکار به دنیا آمدم، از روزی که خودم را شناختم، 6 سال داشتم. فقط در اویله ما پدر سکریپکا را میگرفت، خیجاگ را، مادر دمره را میگرفت. برادرانم یکیش اکاردیون رو میگرفت دیگرش دیگر اسباب ها رو تولک و دایره و اپای کلونی هم دایره خطی سرود ها میخوندن من یاد دارم که من در گرد همون ها میرقصیدم و با همراهی همون ها سرواز شده سرود میخوندم و باری اول در کروژاک مکتبی در ایدی الیف با اشتراک کردم در شهر وحدت و همین بود که در همه کروژاک ها پیش قدم بودم همین گونه یک فضای فرهنگی که در زمان کودکی شما بود و در محیط خانواده شما بود ببینید امروز در مکتب ها عموما کروژاک های موسیقی کروژاک های دراموی مثلا برای تربیت نیست حاضر شاید لازم است همین فضای فرهنگی هم ساختن در مکتب چرا نه چون که این اگر من فکر میکنم که همی خیلی کروژاک ها باشد همی خیلی صوت و نوا باشد همی خیلی برعکس یعنی همون خوانندگان رو به خود یک حسیات خرسندی و خوشبختی می بخشد در دوره که ما می خوندیم هم دانش می گرفتیم هم سرود می خوندیم هم می رقصیدیم بینید که امروز در تاجیکستان ما روزی فلک هست جشن فلک جشن شش مقام است و دیگر جشن ها هست کروژاک های مکتبی ما انا همین روزها رو ما جشن می گرفتیم من یاد دارم که وقتی رقصی کلاسیکی کردم در مکتب از اعضای حکمون از پایتخت عزیزمون بودن یعنی که به استاد کی بود چیزی که خودم از تلویزیون از انسامبل رقصی زیبا اون وقت بود مشهورترین چیزی که آموخته بودم همون رو من اجرا کردم و سرودهای بسیار هم مکتبی ایجاد میکردم حالا هم همون ها در یاد من هست همون سرودها بسیار آهنگای خوب داشت و می توانیم چرا نتوانیم بگذار که باشد صوت و نواز سرود موسیقی و هست به فکر من در مکتب ها بسیار مرا دعوت میکنند در جشن های نوروز جشن های مثال سال نوی میلادی در جشن هایی که روزی مثلا مادر هست همه خیلی چیزا که مرا دعوت میکنند و من سرود میخونم امروز ها ببینید فرزیگل ما میدونیم که چون شما در برای 31 سال فعالیت ایجاد گفتید آغاز فعالیت شما به یک دوره بسیار دشوار برای هم کشوری ما و هم مردم ما دوره جنگ شهروندی راست آمد شما یک زن دختر فکر نکردید یا اویلتان شما کوش نکردن که از سرای سند باز دارن چون زمان خیلی دشوار بود مثلا در سرای سند فعالیت کردن بله راست اون زمان ها بسیار هم دشوار بود من فکر میکنم که عادل جان دیگر نمیخوام همون روزا رو به یاد بیارم و همون روزها به سر من باشد چون که من امروز در فضای صلح و آسایشتگی آرومی تنج و امانی یعنی که در فضا همچون مادر همچون زن همچون هنرمند زندگانی دارم همه اونها فراموش شدن چون که امروز بینید پایتخت عزیزم و تاجیکستان عزیزم و گلگوشکفون است این همه به زحمت و تلاش های پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشورمون پدر غمخورمون محترم جناب عالی امام علی رحمان است در همون سالهای وزنی تا جای من میدونم شما کنسرت برگزار میکردید من عادل جان هر سال 2-3 کنسرت در انامی کاخ بربد کنسرت میکردم یگانه تالاری کلانترینی یعنی پایتخت ما تاجیکستان عزیز ما بود که من یگان بار ندیده بودم که در همون تالار به غیر از جای نشست با مردم راست می ایستادن تماشا میکردن بیا ای یار دلان
صحبت با من گوش کردم که شما میگوید که در یکی از نخستین کنسرت هایتون در کاخ بربر همراه رژیسورتون از باغ رودکی یک کچل مدوزا کرد. کچل باغ رودکی را خیلی برمیگردونید. باغ لینین اون وقتا. بله بله راست. همه حدیثه نکنید. راست ما برادر عزیز بسیار در همونجا سرکارگردانی ما کار میکردن اکای زیا. کار میکردن بعد اون وقتا چی نبود؟ اکران ها نبود. ما کوشش میکردیم که از همون گلزارهای پایتختمون یگان چی آورده صحنه را آرو دیم و یعنی یگان نویگری برای مخلصان وای کنیم. بعد اکای زیا گفتن که من برای شما یک سورپریز دارم. گفتم چی سورپریز؟ ما فقط آمادگی کنسرت بود در همین دو دو مثلا لباس و خیلی دیگر و دیگر چیزها. بعد اکای زیا سورپریز همین که همون کاروسلا گرفته آوردن با زنجیرها و پرده ای که در کاخ بربد تروبه دراز است که پرده رو با پایان و بالا میکنه در همون همون رو سورکه میکنن. و ما رو یک بیگانی دعوت کردن که فیضیگل موت رو در همین میشنیم بالا میبریم با روز کنسرت موت رو با مردم از بالا با پایان میفراریم. من گفتم من میترسم این چیز برای من لازم نیست. ما رو شینوندن اول یک نفر را شینوندن برواردن بعد دو نفر بعد سه نفر بعد چهار نفر در همون کچلی گفتن دیدی که نمی غلطد. راستی خی میگم که چه بگم بسیار جوان بودم از یگون چی حراس نداشتم ترس نداشتم. یک دختری بودم که فقط فکر و خیال و همه همین وجودم در صنعت تا حاضر هست و میموند. صنعت رو هر کس هم دوست داشته نمیتوند. من بسیار هم قربانی صنعت خیش هستم. البته که در اون کاروسل شیشتم روزی کنسرت پیش از مردم در اومدن ما رو با بالا بردن قریب مردم سیونیم چهار ساعت زال پر شد. من در هم بالا بودم اقلا برای من یک آب ندادن. انا اون بالا با ایستادم وقتی که کنسرت آغاز شد عجایبی در چی بود که انا خیلی کامیره ها کم بود بعد تلویزیون کم بود یک شبکه اول بود. انا بعد راستیگه وقتی که از بالا ما رو می فراوردن کامیره ها نو بر اومدگی بود. کامیره ها به این طرف کلیس می دوند و این طرف کلیس می دوند. آواز هست هنرمند سرایده است ولی نمی دونن که فیضیگل در بالا است. انا می قدر خاطره خوب موندگی است. حوزر هم که کانسرت بود حوزر که نگه تولاری که برباد حتی پر می شود. بله. حوزر هم که کانسرت بود برای چی نیست؟ اون وقتا عادل جان سرودهایی که مثال هنرمندان می سرایدن هم متن هم آهنگ با هم آمیخته بودن. یعنی که یک دیگر رو آهنگ و سرود به دل شنونده در آورده می توانستی همون وقتا. مثلا فکر کنید سرودای شادروان اپای نگینه تا حال ما همه زنها نه اینکه من دخترکایی که امروز روی صحن هنر قدم می گذارن همین سرودها رو می خونن. هنرمندی اصیل از کجا در یاد مردم میموند؟ سرودهای او تا به امروز تا به فردا و به دیگر سال به نبیره و ابیره بابای ما یعنی که میموند در دل و دیده ها. احمد زایر شادروان کرامت الله قربان برای چی از دل و دیده مردم نمیره؟ تا امروز سرودای این هنرمند رو ما همه ما هنرمندان میسراییم. امروز من فکر میکنم که هم متن سبک است امروز هست همه خیلی شخصیت هایی که شعری خودم آهنگ خودم خودم میسرایم. برای چی چون میشه فیضیگل به فکر شما؟ مثلا بازر یک سرود هایی که تماما نه معنی دارد نه موسیقی خوب دارد حتی حرفه حتی از کسبیت خیلی فرسخ خود روست. مشهور می شود در اینترنت میلیون تماشابین می گیرد. برای اون که اون وقت فقط هنرمند خود رو به طریق تلویزیون معرفی کرده می توانید که مثلا انامی خیلی هنرمند هست. من فکر می کنم که اگر مردم اساس مردم است اساس خلق است ما رو خلق می شنود ما رو خلق قبول می کند. اگر خلق
آنها همه خیلی سرودهای سبک رو قبول نکنند، بعدان ما میتوانیم که متن و سرود خیش رو ببینید. من فیلم رو میکنم که همین یک همکاری با کمپوزیتورای و شاعرای و بین هنرمندا هم خیلی نقص نه حاضر برای همین متنای نادرست میبیاد. شاید همین یک مثلا خود شما چه سرود انتخاب میکنید؟ شعر که انتخاب میکنید برای شما؟ من بسیاری سروده های من درباره زندگی است، درباره همین چه گویم، مردم برای من بسیار سوال میکنند چرا برای بفرزندی سرود میخونی؟ در راه وطن شهید شده شب چما خوابی رو به مثل خیر منی ما بچما ای بچه ای قهرمان نیم کالا چرا برای بدبختی سرود میخونی؟ چرا برای فرزندی پدر سرود میخونی؟ غم دارم غم با خدا دارم غم غم دارم غم با خدا دارم غم از دنیای زیبا فقط تو را دارم کم. نه، این سرود هنرمند نه اینکه باید برای خودش سرود ایجاد کند. من همون درد دل مردم رو وقتی که در اون معرکه، در اون کنسرت ها، در اون چورابینی ها اشتراک میکنم، هستن مخلصانی که میبینم بسیار خواهش میکنن که اپا جان من طول 17 سال 16 سال میشود که فرزند ندارم، من سرود خونده نمیتونم، میتونید که برای من یک سرود پیشکش کنید که تسکین بخش دل من باشد؟ من فکر میکنم سرود هم میتواند که انسان رو یک روحیتی ببخشد. برای چی؟ برای اینکه سرودی اگر غم‌انگیز باشد، شخصا من اگر سرودی کمتر اگر ناراحت باشم یکون سرودی غم‌انگیز رو گوش کنم، کمتر اگر در جای پنهانی گریه کنم، اگر خود رو بیشتر با سبک حس میکنم. مثلا حاضر یادون تو به سرود کبوتر نمیگذرد؟ نه، اساسی بله بله، من هم سرود کبوتر رو در توی معرکه ها میخونم. برای چی؟ برای که همون نشست بسیار طلب میکنند، جوانو طلب میکنند همین سرود. وقتی که همین سرود بر اومد بین مردم مشهور شد، مردم همین چیز رو اگر نخونی میگویند که توی نغز نگذشت. یا اینکه دیگر سرودها، مثلا چرخ و فلک استاد سنگلی میرزایف میگیریم که سرود چرخ و فلک شودروان هنرمندی خلقی SSR احمد باباقلوف خونده بود که به طور دیگر او چرخ و فلک مرا به چرخ آوردی دردم، مثلا میگیریم. همین سبک و اسلوب استاد سنگلی میرزایف گرفتن و به طرز حاضر زمان بینید که ما در یگان توی اگر چرخ و فلک نمیخوندیم خود شما چکه میخوندیم؟ من گوش نکردیم اینه که وارد دیگرشه دیگرشه چینو 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 چین زلفی تو پر چینو چین او چینو 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 چین خدی تو لو چینو چین او چرخ و فلک مرا با چرخ آوردی های کلابی بودم مرا ببر خواردی های کلابی بودم آب شیرین میخوردم آی سرگشتم مرا با آب تل خواردی چینو 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 چین خدی طولا چینو چین آ چینو 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 چین زلفی تو پر چینو چین. مثلا انا ای خیل این افری کلابی تازه خدا منقطی. این چیزایی که فولکلوری تاجیک بود، کتاب های فولکلور ما بسیار میکفتیم، میافتیم و این سرود رو برای نینواز، سرود نینواز بچه دهقون بچه، این سرود رو استاد هنرمندی بسیار هم دوست داشتنی ما عبیدالله کرامت برای من پیشنهاد کرده بود و امروز من میشنوم از هنرمندای افغان سرود دهقون بچه را زیبا دختر جان دختر جان دختر کرده سرایده ایستادن. سرود نای نوازی ما رو نای نوازم بخدا نای می نوازم بخدا هنرمندای همزبانی ما همسایه کشوری ما افغانستان انامی سرودای ما رو سرایده ایستادن چون که ما هم سرودای وی رو می سراییم انامی. ببینید چون درباره سرود و درباره سرودهای اصیل صحبت کردیم، شما در اصل گنجینه کار میکنید و یک زمان
مخلصا خود بهتشان نشان هست که از سبل گنجنه برنامه های کلانی کنسرتی تمام با جزئیات فولکلور تمام منطقه تاجیکستان به نظر گرفته یک برنامه های بسیار زیبا تهیه میکرد و جزی از این برنامه ها در خزینه تلویزیون هست حاضر نمایش میتن البته حاضر چی به همه خیل برنامه های خوب شما پیشکار نمیکنید دام ممنون عضوی انسامبل گنجنه که شما هم جزی آن هستید راستی من عادل جان در انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجنه که در آن از سال 90 در تحت رهبری که شودروان استاد ظفر نازیم داشتن اون وقت تماما دیگر بود بعد از یک برنامه مکمل که هر سال در همه شبکه های تلویزیون پخش میگردد برنامه فولکلوری در اونجا سروده هست که او را همه پیر و برنامه و کودک البته میخوند یک برنامه بسیار هم دوست داشتنی بود چون که در اونجا هم ریژیسور کار میکرد هم استاد رقص کار میکرد همه هنرمندای اصیل بودند در اونجا چنانه که من در پیش گفتم خید کردم استاد چیلخان خالوف یک شخصیتی بودن که شادروان روحشان شاد باشد همیشه فقط چیزای مردمی فولکلوری رو در انسامبل وارد میکرد و استاد امان‌الله موسایف هم رقصهای فولکلور را در آنجا وارد میکرد شادروان استاد رحمان دوست قربانیان بسیار چیزایی که برای ما یعنی پیشکش میکردن این فولکلوری مردم بود مثلا بینید سرودی بازوبندم رو بیده که استاد چیلخان خالوف خوندگی بودن تا حاضر هست و میموند و بعد از استادان هنر من یک میتراشم عشق عشق میتراشم طبقه قاشق میتراشم قاشقم که تیار شد ایچوی تود میتراشم این سرودو همه در خاطره من هست و میموند چون که من مکتب میانه رو ختم کردم هنوز 18 سال داشتم و انمی سرودو رو در میشیشتم و گوش میکردم و با همون سخنان استادان با طرز رفتار و کردار و گپ زنی و همه همین هنر از صنعت است هنرمند از مردم بسیار هم فرق دارد عادل جان باور کنید شیشتنی وی خوراک خوردنی وی راه گشتنی وی گپ زدنی وی اگر ما مردم رو با سرودهای خود تربیت نکنیم ما مردمی ما هیچ وقت برای درست هم رفته نمیتواند سرود میتواند که همیشه در دل مردم باشد مثلا یک مثال اودی که در ماشین میشینی البته مگنیتافون گیریان میکنی موسیقی گوش کرده یعنی که با کجای کی روی موسیقی را گوش میکنی یا نه در خونه هم که مثال کمی رو هفتاده باشی یک تلویزیون میمونی تماشا میکنی آینه نیلگونه البته پخش میکنی یکون کانالی که سرود و موسیقی هنرمندا برآمد کرده شدن بعد از استاد ظفر نازی من یک کوشش کردم انسامبل فولکلوری 5 سال رهبری کردم و یک برنامه مکمل دیگر با تلویزیون سفینه همکاری کردم با برادر عزیز مظفر جان بسیار برنامه خوب در قرطاق رفتیم همه قریب 15 روز در اونجا موندیم ثبت کردیم آوردیم در خزینه یعنی که موندیم برای انسامبل گنجینه من فکر میکنم که یگانه باید که اولا انسامبل گنجینه هنرمندوی انامین با چی خیلی که پیش بود اصیل کار کند چون که این انسامبل گنجینه که پایه‌گذارش استاد هنرمندی نوتکراری ما استادی برجسته مردمی تاجیک شادروان استاد ظفر نازیم است از نو احیا کنند به فکر من همه خیلی فکر دارم بسیار هنرمندای خوب داریم فولکلور معنای آن رو دارد که در اونجا نه جوانان پیر و برنا باید کار کند باید ما به مردم فولکلوری زندگی توجیک رو پیشکش کنیم بله خانم فایزی گل شما درباره هنرتون صحبت کردیم یک من میدونم که شما در برابر مادر موفق فرزند دارید چند فرزند دارید؟ شکری الله پنج فرزند دارید همه نمیپرسم شما بار دیگر این اگر پرسم صد هزارون بار میشد که شما چی اسرار دارد که اینقدر زیبا مونده تا امروز تغییر نمییابید مثلا
جوانیتون اصلا تغییر نمیابد، لیکن اومان برای همی یک هنرمند مادر بودن با پنج فرزند تولد کرده تو بابای رساندن دشوار مثلا چه خیلی میگذارد؟ من عادل جان اولا شکرانه فرزندای پدر رو میکنم، بعدا شکرانه میکنم که در اون وقتی که مثال این فرزندای ما بودن تولد شدن مادری شادروانم زنده بودن. من راستش رو گویم من نمیدونم که این فرزندای من چگونه بابای رسیدن. انا اکنون من امروز بیبی شدم، فرزندای خودم رو چخل اپاهایم کلون کردن، چخل نگاه کردن، من رو به سر گهواره نمیخیزوندن، میگفتن که این از معرکه اومدگی، از کنسرت ها اومدگی، مونده شدگی، برای من اذیت نمیکردن. و امروز من برای نبیره شده از خواب میخیزم، نبیره رو مهربانی میکنم. و امروز فهمیدم که تولد کردن میکنی و یعنی که به وای رساندن بسیار مشکل بود است. نبیرم چند تا نبیر داره؟ من شکرانه خدا شش نبیره، امروز شش نبیره بسیار دارم، همشون رو دوست میدارم. حوز بعض هنرمندو با یک فلشکارت توی میرن، مثلا با همین توی میگذارونن فنگرام مخطیو با همین مثلا بوزی با یک هستن همین هنرمندو هم با پولوی خیلی کلان هم بگیرم. خب اینه شما نمیدونم، من ایچه به خبر هستم. پولوی خیزگو همین در 31 سال یکم بار شد که همین پورا سند تر کردن خواستید. من میدونم که مونیه ها زندگی شما بسیار بودن، شما میخواستن که از سند دور کنن مثلا، لیکن خود شما عادل جان ما چه خیلی در پیش گفتیم؟ نه، من یکم وقت کوشش نکردم که صنعت رو ترک میکنم. من فکر میکردم که اگر امکانیتی باشد که مثال همون قدر کوشش کنم که فرزندا رو جا به جا کنم، همه خیلی میخواستم. میخواستم فرزندانم یعنی که به کارهایی که خودشون کسبی که خودشون انتخاب کردن سازوار باشن و کار کنن، برای ملت و دولت خیش کار و فعالیت کنن. و اگر که آنها از عهده من برایند و من رو خورانده و پشانده و مثال مقصد وای کرده تونن، من همون وقت ترک میکردم صنعت رو. و امروز دختره که من حالا جوان است، پسری خوردیم و در نیت هست، هر یک انسان مونده می شود از همین کسب خود، از همین هنر خود. و من همه خواهم که روز شود، ساعت شود که صنعت رو نه اینکه ترک کنم، و البته می خواهم که استراحت کنم. خیلی ممکن که دوره های پیری وقتش می رسیده باشد و پنسیه که گسل کردن و در خونه می شینیم. و فکر میکنم که هر یک شخص، هر یک مادر، هر یک زن آرزو دارد که خونه خدا رو زیارت کنند. و من نیز طول چند سال میشود که در همین آرزو هستم که خونه خدا رو زیارت کنم و بعدا ترک صنعت کنم. همه این به خواست خدا. بله، همه خدا که وقتی نصیب کنم. بله عملی میشد، چون که انشالله. بله، این انشالله. هر چیز وقت ساعتی خودش داده شده دارد. ببینید فایزی گل، سرودی مهم زندگی تو نخوندید تا امروز یا نه حالی؟ سرودی مهم زندگی نه. من همیشه کوشش میکنم که اما سرودی انتخاب کنم که به همون دل شنونده جای داشته باشد. متن انتخاب میکنم که امون سرود در یگان شخصیت، یگان انسان در زندگی یگان کس موافقت کند. هنرمند همیشه فکر و خیالش در صوت و نوا هست، پیر نمی شود. شما من نگاه میکنم که خیلی فعال سرود نو براو زبس میکنید، ثبت میکنید، در اینترنت هست، در یوتیوب، بله. در تلویزیون و رادیو پیوسته شما پخش میکنند، لیکن کنسرت برگزار نمیکنید چند وقت شد، برای چی؟ کنسرت راستی من قریب سال 2000 و
هفته بود یا اینکه هفته بله یا هجده بود دایدم نیست نوزده نمیدونم با ارکستری سازهای ملی که در فیلارمون دولتی تاجیکستان بنام استاد اکاشری جورایف است من نه سرود آماده ساختم با همراهی استاد عزیز اربابی شایسته جمهوری تاجیکستان استاد دولت سفر کنسرت در فیلارمونیا برپا کردم یعنی که مردم مخلص من چه خیلی که تالارهای کاخ برباد بود همه خیلی پر شد کنسرت استرادی نه خلقی نه فقط با اسباب های ارکستر کنسرت رو برپا کردم تلویزیون اومده ثبت کردن بسیار کنسرتی خوب بود وقتی که با ارکستر عادل جان میخونی یک چیز رو بگیم که با ارکستر میخونی وقتی که در یکان جای دیگه با پنج شش موزیکانت در قفا میخونی فکر میکنی که هیچ که به تو ننواخته ایستاده است انامین بزرگی انامین ارکستر ای رو هر کس هم به فکری من درک کرده نمیتوند من نه سرود خوندم و امروز فخر میکنم از همین چیز که من کوشش کردم که انا همین ارکستر رو استفاده کردم در رپرتوار کوری و در دوام کوری میخواهم که باز سرودهای کلاسیکی آماده کنم تیار کنم نمیدونم از اودش برآمده میتوانم یا نمیتوانم لیکن کوشش میکنم تا حد امکان سرودهای روسی خوندم در رپرتوار خود هندوگی خوندم آذربایجانی خوندم تاجیکی خوندم فولکلوری خوندم خلقی خوندم ازبکی خوندم انامین فلک خوندم فقط کلاسیکی نخوندم چخیلی که شما گفتید در پیشتر من کنسرت ها برپا میکردم امروز باور کنید مردم همه از پای زندگی است بعدن وقتی که انامین شبکه های اجتماعی یوتیوب و فیسبوک و همه چیزا نبود مردم تشنه شعر و سرود بودن مردم انتظاری میکشیدن که هنرمندی دوست داشتهش کی کنسرت برپا میکند و حاضر بینید که به فکر من کنسرت ها هم معنا ندارد راست این چیز راست است میخواهیم کنسرت کردن میخواهم برآمدن میخواهم که مثال سرودهای خودم رو باز هم در نیت هست که یک شبی ایجادی خیش رو باز هم باشد برای همه مخلصان برپا کنم حضر فیضی‌گل چی سرودهای نام ایجاد کرده سودید مثلا روزهای آخر در حال هوای کدام سرودها هست یک شعر نوشته کردن و با آهنگ شاعره رحیم جانی عزیز و دل دیده ما با قریبی هم با کلیپشو هم با صدایشو پیشکش مخلصان میگردد خیلی چهار مصره میسرایم نفس سرد هوا میشکند میشکند در گل و صدا میشکند میشکند در گل و صدا میشکند میشکند روحی من از خبر فوت و عزا خسته شده است روحی من از خبری فوت و از آخسته شده است دلم از حادثه ها حادثه ها می شکند دلم از دست شما می شکند می شکند می شکند می شکند آه صدا می شکند می شکند می شکند آه به خدا می شکند دلم از دست شما می شکند می شکند خدا به شما قوت کند انشاءالله تشکر سلام باشد فیضی گل تشکر که دعوت ما پذیرفتید من به شما برور می خواهم رحمت هر چیزی که در قلبتان هست خداوند برآورده کند تشکر تشکر زنده باشید سلامت باشید های تر میوه نداره باغی به فرزندی های تاریک بوده چراغی به فرزندی های تقدیر مرا لایق یک بچه ندید های عمر سوختم زی داغی به فرزندی